PDF اسمش دقیقه تو فولدر آمار احتمال درس من هست. متغیر تصادفی چی؟ متغیر تصادفی یه تابعیه یا یه نگاشتیه از فضای نمونه به اعداد حقیقی. خب اینجا چند تا جمله ما گفتیم. فضای نمونه، فضای نمونه یعنی چی؟ فضای نمونه یعنی مجموعه همه برآمدهای یک آزمایش تصادفی. مثلا تو آزمایش تصادفی پرتاب سکه شما دو تا برآمد دارین، دو تا نتیجه دارین، یکی شیره یکی خطه. بنابراین فضای نمونه شما میشه شیر و خط، هد و تیل، یه مجموعه دو عضویه. فضای نمونه رو با اومگای بزرگ نمایش میدن معمولا. تو پرتاب تاس چی؟ تو پرتاب تاس فضای نمونه شما هستش اعداد 1 تا 6. چرا؟ چون برآمدهای شما در واقع 1 تا 6 هم. خب حالا این متغیر تصادفی یعنی این که شما بیاین به جای این که مثلا با خدمتتون عرض کنم که با حروف انگلیسی H و T سر کار داشته باشین، بیاید با اعداد حقیقی سر کار داشته باشین. بعضی وقتا فضای نمونه خودش به صورت اعداد حقیقی هست و شما خیلی وقتا میتونین از نگاشت همانی استفاده بکنین برای اینکه متغیر تصادفیتون رو تعریف بکنین. یعنی مثلا توی پرتاب یه دونه تاس میتونین متغیر تصادفی رو تعریف بکنین خود برآمد، ولی توی این فضای نمونه آزمایش پرتاب شیر یا پرتاب سکه شما مجبورین یک تابع تعریف بکنین که مثلا H رو به 1 تصویر بکنه، T رو به 0 تصویر بکنه و اینجوری متغیر تصادفیتون رو بسازید. ما به عنوان مثال یک آزمایش رو در نظر میگیریم که 3 تا سکه سالم توش هست. صدای من منقطعه یا پیوسته میاد؟ صداتون خوب نه؟ بذارید ببینم یه نفر اجازه بدید. آقای خوبه، خیلی پیوسته است. من برای بچه هایی که یه ذره دیرتر اومدن میگم که با توجه به زحماتی که دوستانتون کشیدن تا این کلاس تشکیل شده، حداقل کاری که از شما انتظار میره اینه که یه بسته اینترنتی خوب تهیه کنین که تو این کلاس های آنلاین بتونین با کیفیت شرکت کنین. خب خدمتتون عرض کنم که داشتم اینو میگفتم خدمتتون که تو این مثال خاص شما آزمایش تصادفی شما پرتاب 3 تا سکه سالمه. این 3 تا سکه سالم رو شما اگه پرتاب بکنید فضای نمونه‌ای به این شکل پدید میاد که مثلا سکه اول شیر آمده، سکه دوم شیر آمده، سکه سوم شیر آمده و مثلا همه حالت‌های مختلفی که این 3 تا سکه دارن تا اینکه به هشتمین حالت ممکن میرسه که سکه اول خط آمده، سکه دوم خط آمده و سکه سوم هم خط آمده. یعنی 8 تا عضو داره این فضای نمونه شما. خب برای این آزمایش تصادفی ما می‌خوایم یه متغیر تصادفی تعریف بکنیم. ما اول نکته رو بگم، برای هر آزمایش تصادفی شما میتونید چندین متغیر تصادفی مختلف داشته باشین. بنابراین یکتا نیستش. تعریف متغیر تصادفی برای یک فضای نمونه یکتا نیست. برای یک آزمایش تصادفی یکتا نیست. مثلا این جزوه گفته من متغیر تصادفی رو برای این فضای نمونه اینجوری تعریف میکنم که تعداد شیرها میبینم تو اون آزمایش، اون تو اون برآمد، اون نتیجه آزمایش تصادفی چند تا شیر وجود داره، تعدادشون رو به عنوان ایکس مون یا متغیر تصادفیمون، مقدار متغیر تصادفیمون اعلام میکنم. بنابراین این HHH تصویر میشه به 3، HHT تصویر میشه به 2، HTH تصویر میشه به 2 و الی آخر. و میبینین که ممکنه بیشتر از یک عضو فضای نمونه به یک عدد یکسان تصویر بشه. یعنی متغیر تصادفی لزوماً نگاشتی یک در واقع هم یک به یک نیست. خب از این حالا داستان این متغیر تصادفی اینه که ما میخوایم به جای این که با حروف و کلمات سر کار داشته باشیم با اعداد سر کار داشته باشیم. چرا؟ چون اعداد به ما کمک میکنه که کمی بکنیم همه چیز رو. در موردشون با عدد حرف زدن خیلی قدرت مقایسه به ما میده مثلا. خب از این به بعد پس ما وقتی متغیر تصادفی رو که تعریف کردیم میتونیم بگیم آقا احتمال اینکه x کمتر مساوی 1 باشد چقدر است. اینجا یه نکته رو که باید بگم، من تو جزواتم
حرف بزرگ انگلیسی رو برای متغیر تصادفی در نظر میگیرم و حرف کوچیک انگلیسی رو برای اعداد حقیقی. خب بنابراین وقتی میگیم احتمال x کمتر مساوی 1، یعنی احتمال این را بیابید که متغیر تصادفی x از عدد 1 کمتر یا مساوی باشه. الان اینجا که نگاه میکنین میبینین برای اینکه x کمتر مساوی 1 باشه یعنی باید x یا 0 باشه یا 1 باشه. خب یعنی این و این همه اینها منجر میشن به پیش آمد x کمتر مساوی 1. هر کدوم از این برآمدها هم که احتمالشون هست چقدر؟ 1/8. پس ما 1, 2, 3, 4 تا 1/8 مساوی با 4/8 و مساوی با 1/2. احتمال پیش آمد x کمتر مساوی 1 میشه 4/8. توی این جزوه و تو خیلی جزوه های دیگه اینا میان از حروف انگلیسی ضخیم بولد، فونت بولد استفاده میکنن برای اینکه متغیر تصادفی رو نمایش بدن و اگر بولد نباشه یعنی عدد حقیقیه. غیر بولد میشه عدد حقیقی، بولد میشه متغیر تصادفی. ولی من تو جزوه‌ام حروف انگلیسی بزرگ فکر میکنم، پاپولیس هم این کارو میکنه. خب خدمت شما عرض کنم که بعد مثلا میتونید بگید که احتمال پی ایکس مساوی 2 چقدر. دقیقا نگاه میکنیم که 2 میشه 1 در واقع این و این و میشه بخش 3 تا حالت داره میشه 3/8 و همینجور میتونید مثالای مختلف بزنید. بعد نکته بعدی اینه که شما میتونین یه سری متغیر تصادفی که اینجا تعریف کردیم برای شما یه متغیر تصادفی گسسته هست. یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً مقادیری که برای x متصوره الان میبینید دیگه، میتونید بشمارید دقیقاً 0, 1, 2, 3 قابل شمارشه. یه فرق کوچیکی قابل شمارش بودن با متناهی بودن داره، ولی شما تو اکثر مثالهایی که برای متغیر تصادفی گسسته میبینیم اینا متناهی هستن. قابل شمارش یعنی مثل اعداد حقیقی، مثل اعداد طبیعی. متغیرهای تصادفی اونهایی هستن که برآمدهاشون هم ارز یا زیرمجموعی از اعداد طبیعی باشه. متغیر تصادفی گسسته گویند هرگاه مقادیری که x در به x میتواند اختیار کند قابل شمارش باشد. این یعنی که مثل اعداد طبیعی باشه یا زیرمجموعی از اعداد طبیعی باشه، یه جورایی تعداد اعضاش هم ارز با اعداد طبیعی باشه. این یه بحث مفصلی میطلبه که نیازی نیست شما بدونید. تو اکثر موارد اینا متناهی ان، شما چیزایی که میبینید متناهی هستن. خب برای متغیرهای تصادفی گسسته شما تابعی میتونید تعریف کنید به نام جرم احتمال. حالا قبل از اینکه ما بریم وارد تابع جرم احتمال بشیم، من اینو به شما بگم که متغیر تصادفی ممکنه که پیوسته هم باشه، غیر گسسته باشه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که بریم مثالش هم اتفاقا اینجا داریم، اگر اشتباه نکنم. نه اینجا نداریم. متغیر تصادفی پیوسته مثلا فرض کنید که شما بیاید بگید من خدمتتون عرض کنم که مثلا میدونم که یک اتوبوس بین ساعت 8 تا 8 و 15 دقیقه به یک ایستگاه میرسه. بین 8 تا 8 و 15 دقیقه به ایستگاه میرسه. همه این زمانهایی که بین 8 تا 8 و 15 دقیقه هستن زمانهایی هستن که میتونه زمان رسیدن اتوبوسه باشه و بی نهایت نقطه اینجا هست. بی نهایتش از جنس اعداد طبیعی نیست، از جنس اعداد حقیقیه. این دیگه غیر قابل شمارشه و به این شما میگید متغیر تصادفی پیوسته مثلا یا غیر گسسته. حالا چرا گفتم متغیر تصادفی؟ ببینید اینجا فضای نمونهش که میشه همه زمانهای بین 8 تا 8 تا 15 دقیقه خودش یه جور یه عدد دیگه. یعنی شما دقیقه‌ای که میتونید دقیقه یا ثانیه‌ای که از 8 گذشته رو به عنوان اون عدد حقیقی مورد نظر به عنوان متغیر تصادفی معرفی بکنید. خب بگذاریم. برای متغیرهای تصادفی گسسته شما میتونید تابع
جرمی احتمال تعریف بکنیم. سوال ندارین؟ خب ببینم اینجا چی شده. نه فعلا. بسیار خیلی خوب. حالا میگیم که میکروفون بعضی از شما بازه، حواستون باشه که اگه مثلا اگه نیاز به صحبت کردن ندارین میتونین با وجودی که مجوزشو دارین اون بالا اون میکروفون رو میوتش کنین برای چیز کنین. آره خیلی خوب. حالا میگه که برای متغیر تصافی گسسته ما تابع جرمی احتمال رو میتونیم تعریف بکنیم. تابع جرمی احتمال یعنی اینکه شما بیاین به ازای هر کدوم از این مقادیری که این متغیر تصافی میتونه بپذیره احتمالش رو بنویسیم و این میشه همون تابع شما. خیلی چیز بدیهیه. یعنی مثلا فرض کنید که توی پرتاب تاس سالم که 1 و 2 و الی آخر تا 6 داریم، 6ش انگلیسی نوشتم، 2 رو فارسی نوشتم. بیایید مثلا بگید که پی ایکس مثلا ایکس شما باشه این دیگه، پی ایکس مثلا 1 میشه 1/6. یه چیز خیلی بدیهیه، شما احتمالاً اینو میدونید، وقت زیادی هم نیاز نیست رو سر کنید. میشه در واقع احتمالش پی ایکس هر عددی میشه احتمال اینکه متغیر تصافی اون عدده بشه. خیلی خوب. مثلا تو اون مثالی که برای 3 تا سکه داشتیم احتمال اینکه فرض بفرمایید ایکس مساوی آی باشه، یعنی اینکه فرض کنید یادتون میاد مثال چی بود؟ مثال این بود، مثالی که اول داشتیم این بود که در آزمایش پرتاب 3 تا سکه سالم بیایم تعداد شیرها رو بگذاریم اسم اون متغیر تصادفی خودم، مقدار متغیر تصادفی از روی تعداد شیرها تعیین میشه. خب حالا اگر یکی بگه که پی ایکس مساوی آی چنده، یعنی که در پرتاب 3 تا سکه با چه احتمالی آی تا شیر میاد که آی برابر 0 تا 3 است. خب اینجا مقدارش رو نوشتیم. اگر 3 تا سکه داشته باشیم بخواهیم آی تا شیر بیاد، باید اولا از اون 3 تا آی تا رو انتخاب بکنیم، بعد بگیم که اون آیتایی که شیر میاد احتمالشون هر کدوم چقدره، 1/2 رو به توان اون تعدادشون بکنیم، بعد ضرب در 1/2 به توان 3 منهای آی بکنیم. چرا؟ چون 3 منهای آی تاشون خط میاد. این به خاطر اینکه سکه سالمه این دوتا هر دوشون در هم ضرب میشن، 1/2 به توان 3 میشه. ولی ممکن بود سکه ناسالم، سکه ها مثلا هر کدوم احتمالاتش متفاوت باشه و اون وقت یه جوری دیگه باید حلش میکردیم. خب یا سکه ها احتمال شیر آمدنشون غیر 2 بود و یه جور دیگه حلش میکردیم. به هر تقدیر تو این حالت پی ایکس مساوی آی میشه این عبارت. رو این سوالی که نداریم انشالله. بسیار خب این از این مثال. پس تابع جرمی احتمال اینجوری رسم میکنیم، میایم برای 0 محاسبه میکنیم، برای 1 محاسبه میکنیم، برای 2 محاسبه میکنیم، برای 3 محاسبه میکنیم. خب نکته اول اینه که برای تابع جرمی احتمال شما اگر بیاید همه نقاط رو با هم جمع بزنیم باید بشه 1. چرا؟ چون وقتی همه نقاط رو جمع میزنیم همه اعضای فضای نمونه رو تحت پوشش قرار داریم. یعنی درسته که گفتیم ممکنه بیشتر از 1 عضو فضای نمونه به 1 عدد تصویر بشن، اما در یک عضو فضای نمونه به بیشتر از یک عدد تصویر نمیشه. بنابراین وقتی همه اعضای همه اعداد رو شما تحت پوشش قرار بدین، همه اعضای فضای نمونه تحت پوشش قرار میدن و یک بار هم تحت پوشش قرار میگیرن و در نتیجه احتمال همشون با هم میشه 1، میشه احتمال کل فضای نمونه که احتمال فضای نمونه هم هستش 1. خب اینم که از این. مسئله بعدی اینه که اگر یه نفر یه پیش آمد به شما بده، پیش آمد یعنی چی؟ پیش آمد به هر زیر مجموعه از فضای نمونه میگن پیش آمد. پیش آمد مثلا فرض کنید که زوج آمدن تاس تو آزمایش پرتاب تاس، به زوج آمدن میگن یه پیش آمد. به هر کدوم از نتایج ممکن میگن برآمد، ولی پیش آمد میتونه مجموعه ای از برآمدها یا نتیجه ها باشه. مثلا زوج آمدن تاس یعنی 2 یا 4 یا 6 بیاید.
خب اینو میدونیم. حالا اگر یه نفر از شما بپرسه که احتمال اینکه یه پیش آمدی برقرار باشه چیه، شما باید بیاین احتمال تک تک نتایجی که تو اون پیش آمد قرار میگیره رو حساب بکنین. یعنی مثلا وقتی میگن توی آزمایش همین مثالی که الان گفتیم، پرتاب صد سکه، بیاید پی ایکس کمتر مساوی 1.1 رو حساب بکنیم، شما باید بگید که چه ایکس هایی هستن که توی این بازه قرار میگیرن. میگید که خب یا ایکس 0 یا پی ایکس 1، و احتمال همشون رو با حساب میکنیم، با هم جمع میزنیم، بعد میشه مثلا 1/8 به علاوه 3/8. 1/8 چرا؟ چون احتمالی که هیچ شیری نیاید میشه همه خط بیایند، میشه 1/8. احتمالی که یه دونه شیر بیاد میشه انتخاب 1/3 تقسیم بر 8 میشه 3/8. 3/8 1/8 میشه 4/8. خب اینم از این. تعریف بعدی تعریف تابع توزیع انباشته است. تابع توزیع انباشته یه تابعیه که برخلاف تابع جرمی احتمال که هم برای متغیر تصادفی گسسته تعریف میشه و هم برای متغیر تصادفی پیوسته، این مصخایی میکنم، تابع جرمی احتمال فقط برای متغیر تصادفی گسسته تعریف میشه، اما تابع توزیع انباشته هم برای گسسته و هم برای پیوسته تعریف میشه. تعریفش هم خیلی ساده است. یعنی شما اگه جرمی یادتون باشه میگفتش که پی ایکس ایکس مساوی احتمال اینکه متغیر تصادفی ایکس برابر عدد حقیقی ایکس بشه، تابع توزیع انباشته میشه اینکه احتمال اینکه متغیر تصادفی ایکس کمتر مساوی عدد حقیقی ایکس بشه. خب علت انباشتگیش هم اینه که شما باید بیاین احتمال همه ایکسایی که از این عدد حقیقی x کمتر مساویان رو با هم دیگه جمع بزنیم، یعنی از ابتدا تا این عدد رو باید انباشته کنیم احتمالاتشون رو. مثلا شما توی مثال دو تا سکه f x 3 رو اگر از شما بپرسن، یا نه اصلا بپرسن f x 2.5، f x 2.5 میشه p x کمتر مساوی 2.5. خب پی ایکس کمتر مساوی 2.5 چه ایکس هایی رو در بر میگیره؟ مجموعه چی رو در بر میگیره؟ 0 و 1 و پی ایکس مساوی 0 و 1 و 2 رو در بر میگیره، چون که ما ایکس همون گسسته هستن. و احتمال اینا چنده؟ 0 که هست 1/8، 1 که هست 3/8. چرا؟ چون انتخاب 1/3 تقسیم بر 8. این 2 هم که میشه انتخاب 2/3، بازم میشه 3/8. و جمعشون با هم میشه در واقع 7/8. پس اف ایکس 2.5 قابل تعریفه، برخلاف اینکه مثلا پی ایکس 2.5 قطعا صفره، ما هیچ ایکسی نداریم که برابر 2.5 بشه. یعنی اگه من تابع جرمی احتمال رو در نقطه 2.5 می نوشتم، شما می گفتین میشه 0. چرا؟ چون پی ایکس مساوی 2.5 در مثال پرتاب 3 تا سکه برابر 0. یه بار دیگه تکرار میکنم که مثال 3 تا سکه متغیر تصادفی ایکس رو تعریف کرده بودیم تعداد شیرها. شما نمیتونید 2.5 تا شیر در پرتاب سر سکه داشته باشیم، پس احتمال این پیش آمد صفره. خب ولی اف ایکس 2.5 میتونین داشته باشین، چون دارین میگین ایکس هایی که کمتر مساوی 2.5 هستن، که میشه ایکس 0، ایکس 1، ایکس 2، که احتمالاتشون با هم جمع میشه. خب آره، اینجا هم کل مثال برای شما نوشته، مثلا اف ایکس 1000 یعنی اف ایکس هایی که پی ایکس هایی که از 1000 کمتر مساوی، که فقط میشه 0، که میشه 1/8. یه نکته هم که هست اینه که اگر x شما گسسته باشه f x به صورت پلکانی میشه. یعنی اگر من بیام برای یه متغیر تصادفی پیوسته f x رو رسم بکنم، این حالت پلکانی رو شما نمیبینید توش.
بسیار عالی. آها، نکته بعدی، حالا اینو بعدا با هم دیگه میبینیم. بسیار. مثال بعدی اتفاقا یه متغیر تصادفی پیوسته است. سوال نداریم؟ بسیار خب، مثال بعدی یه متغیر تصادفی پیوسته است. میگه که یه مکالمه تلفنی در زمانی کاملا تصادفی بین صفر و تی واقع می شود. این عنوان کاملا تصادفی یعنی اینکه همه مقادیر بین صفر و تی هم احتمال هستند. هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. بعدا میبینیم اسم این هست توزیع یک نواخت. کاملا تصادفی یعنی یک نواخت. خب، بنابراین فضای نمونه این آزمایش میشه همه اعداد حقیقی از صفر تا تی. بعد متغیر تصادفی رو چی تعریف میکنه؟ ایکس رو چی تعریف میکنه؟ دقیقا تعریف میکنه خود همون زمان، یعنی x میشه زمان مکالمه. x شما متغیر تصادفی شما میشه دقیقا همون زمان مکالمه. شما گفتیم یه نگاشته دیگه از اعداد، از فضای نمونه به اعداد حقیقی. اگه خود فضای نمونه عدد حقیقی باشه، ما میتونیم اصلا همون نگاشت همانی رو تعریف بکنیم و خود اون فضای نمونه رو بگیریم، مقادیر فضای نمونه، مقادیر متغیر تصادفی خودمون تعریف کنیم. خب، حالا میگه که احتمال این که زمان مکالمه بین دو تایم ثابت T1 و T2 باشه میشه فاصله بین T1 و T2 تقسیم بر بازه کل. این داده مسئله است. اینو مسئله به ما داده. یعنی میگه من به شما میگم که احتمال این که در واقع تماس در این بازه خاص، بازه T1 و T2 رخ بده، یعنی داستان اینه. ناکنیم این صفر و تیه. اگر من یه T1 و T2 مشخص بکنم این وسط، من میدونم که کلن تماس یه جایی بین صفر تا تی رخ میده. اما اگر زمان مطلوبم رو T1 تا T2 در نظر بگیرم، احتمالش میشه چی؟ میشه طول T1 تا T2 تقسیم بر طول کل. این در واقع این حرف درسته، مشروط بر این که این درست باشه، یعنی این همشون یک نواخت توضیح شده باشن. در واقع یه جورایی با اینکه اینجا توی این مسئله به صورت فرض این رو گفته، ولی وقتی همین رو بگه کفایت میکنه، نیاز نیستش که شما این رو به عنوان فرض در نظر بگیرید. در واقع من بهتره که این رو پاکش بکنم. آمار احتمال من اینو میگم فرض، ولی شما چون دانشجوی فوق لیسانس هستید، دانشجوی فرایند هستین، اینو میدونین که وقتی این توزیع یک نواخت باشه، احتمالی که این پیش آمد اینجا رخ بده میشه طول این بازه تقسیم بر طول کل، این میشه T2 من T1 تقسیم بر T بزرگ. خب، سوال چیه؟ سوال اینه که میگه برای این متغیر تصادفی تابع توزیع انباشته رو رسم کنید. خب، برای اینکه ما تابع توزیع انباشته رو برای این متغیر تصادفی رسم بکنیم، باید تعریفش رو بنویسیم. تعریف f(x) x چیه؟ میشه p(x) کمتر مساوی x. x هم خود t'ه. اینجا ما x رو تعریف کردیم خود t. یعنی احتمال این که متغیر تصادفی x کمتر مساوی بشه از t، عدد حقیقی t. هر وقت شما نیازمند بودید که ببینید، ما الان یک نامساوی داریم که یه دونه کران داره. ما وقتی که دو تا کران برای t داشته باشیم، مثلا اون حل شده است، مقدارش رو بلدیم. برای اینکه اینو بتونیم حل بکنیم به صورت دو تا کرانه در بیاریم، باید ببینیم که در واقع مثلا آیا میتونیم یک کران پایین بهش اضافه کنیم یا نه. اگر تی که به من میدن
معذرت میخوام، اینجا گفته x، اجازه بدید منم با x بنویسم. f x x دیگه خب پی x کمتر مساوی x که میشه در واقع پی، آره پی زمان مکالمه که t باشه کمتر مساوی عدد حقیقی x. ببخشید نمیشته. خب ما میگیم که اگر x که به من میدن توی این بازه باشه، یعنی اگر x اینجا باشه، احتمال این که زمان شروع مکالمه کمتر از این عدد باشه صفره، درسته؟ چون زمان مکالمه بین صفر تا تیه، پس این حالت این برقرار میشه. این برای این. اگر زمان اگر ایکسی که ما در نظر میگیریم اینجا باشه، احتمال اینکه زمان مکالمه یا تی از این کمتر باشه قطعاً یکه. این همیشه حتی همیشه اینطوره، زمان شروع مکالمه یه جای بین اینجا بین صفر و تیه که از این عدد کوچیکتره، پس احتمال کوچیکتر بودن از ایکس میشه قطعی، میشه یک. یعنی برای ایکس های بزرگتر از تی احتمال تی کمتر مساوی پی تی کمتر مساوی ایکس یا همون اف ایکس ایکس میشه یک. فقط میمونه این که زمانی که ایکس اینجا باشه بین صفر تا تی باشه، اون وقت پی تی کمتر مساوی ایکس میشه این که شما بگید پی تی بین صفر تا ایکس. یعنی شما میتونین خیلی وقتا کران پایین رو اضافه کنین اگرم تو مسئله نباشه. چرا؟ بسته به شرایط دیگه. تو این شرایط به خصوص میگید x خود به خود از صفر بزرگتر هست، پس من فرض جدیدی تحمیل نمی کنم، این فرض هست. وقتی x من بین صفر تا t باشه، p t کمتر مساوی x با p t بزرگتر مساوی صفر و کمتر مساوی x یکیه، اینا معادلن این شرط ها. حالا که این به صورت دو کرانه در اومد، میتونین از این فرمول استفاده بکنین. پی تی بین دو تا عدد میشه اختلاف اون دو تا عدد تقسیم بر تی، اختلاف این دو تا عدد هم میشه ایکس منهای صفر تقسیم بر تی، هم که تی بزرگ. پس اف ایکس ایکس در بازه صفر تا تی میشه ایکس تیوم و این نمودار اینجوری به دست میاد. سوال نداری؟ هر کی سوال داشت میتونه بگه. دست رو بر بالا، من مجوز داشت درست. خیلی خوب. حالا از خواص کلی همه توابع توزیع هم باشه، یعنی فارغ از اینکه x چه شکلی باشه و چه جوری تعریف بشه، اینا برقرارن. یعنی برای همه متغیرهای تصادفی این خواص برقرارن. مثلا چه خاصیتی؟ مثلا این خاصیت که تابع توزیع هم باشه در منفی بی نهایت حتما صفره. چرا؟ برای اینکه f منفی بی نهایت میشه p x کمتر مساوی منفی بی نهایت، هیچ وقت عددی از منفی بی نهایت کمتر نمیشه. این پس میشه غیر ممکن، احتمال غیر ممکن صفره. خب این همیشه برای هر x برای هر متغیر تصادفی تابع توزیع انباشتش در منفی بی نهایت صفره. سوال بعدی، خاصیت بعدی تابع توزیع انباشته اینه که مقدار تابع توزیع انباشته در مثبت بی‌نهایت یکه. چرا؟ چون که f مثبت بی‌نهایت میشه p x متغیر تساوی کمتر مساوی مثبت بی‌نهایت. این حتما برقراره. همیشه یه متغیر تساوی هر عددی بخواد باشه از مثبت بی‌نهایت کمتره. متغیر تساوی یک عدد دیگه. این عدد هر مقداری بگیره از مثبت بی نهایت کمتر، پس این همیشه رخ میده، قطعیه، احتمال قطعی هم میشه یک. میگه که اگر دو تا عدد، اینا عددن، اگر دو تا عدد x1 و x2 داشته باشیم که x1 از x2 کمتره، تابع توزیع انباشته در نقطه x1 کمتر مساویه تابع توزیع انباشته در نقطه x2 میشه. نگاه کنید چه حالت داره، اینجا مساوی نداشت ولی اینجا مساوی داره.
برای همین به این نمیگیم اکیدن صعودی، میگیم غیر نزولی، یعنی ممکنه مساوی هم بشه ولی هیچ وقت کمتر نمیشه، نزولی نیست، غیر نزولی. اثباتش اینجوریه که شما میگین این میشه در واقع میشه پی x کمتر مساوی x1، این میشه پی x کمتر مساوی x2، چون که مجموعه x کمتر مساوی x1 زیر مجموعه مجموعه x کمتر مساوی x2، احتمال این هم کمتر از کمتر مساوی احتمال این میشه. اینو ما توی در واقع اوایل درس آمار احتمال میگیم، میگیم که اگر a زیر مجموعه b باشه اون وقت پی a کمتر مساوی پی b هست. خب اثباتش هم با نمودار ونوم عملگرهای اشتراک اجتماع حالا نشان دادنه. و در نتیجه پس f x1 کمتر مساوی f x2 میشه، یعنی تابع f غیر نزولیه. خب خاصیت بعدی تابع توزیع انباشته که برای همه x ها صحیحه، برای همه متغیرات تساوی صحیحه، اینه که احتمال این که متغیر تصادفی x از عدد حقیقی x بزرگتر باشه میشه یک منهای تابع توزیع انباشته در نقطه اون عدد حقیقی x. این هم بدیهیه دیگه. چرا؟ شما میگین که x کمتر مساوی x بزرگتر از x یه پیش آمده که مکمل چی هست؟ مکمل x کمتر مساوی x، مکمل با c یا بار نشون میدن، یه خط یه بار این باران بکشه من همون میشه تا من اینجا با c نشون میدن. چون این مکمل اینه احتمال این میشه یک منهای احتمال این، یعنی پی x بزرگتر از x میشه یک منهای پی x کوچکتر مساوی x، که x کوچکتر مساوی x احتمالش میشه f x x، پس پی x بزرگتر از x میشه یک منهای پی x کوچکتر از x. این خاصیت بسیار به ظاهر خیلی ساده میتونه در واقع خیلی هم ازش سوالای خیلی پیچیده‌ای در آورد. حالا من تو تمرین‌ها براتون یه نمونهشو میدم. خب خاصیت بعدی اینه که اینو متوجه شدین؟ F G I S T J H N های توهیدیان نوشت. آها برای فونتتونم، برای اینکه فونت فارسی بتونیم بنویسیم میتونیم تشریف ببرید این آدرس چیز خدمت شما عرض کنم که FTP که الان براتون میفرستم. این آدرس یه دونه کیبورد فارسی.exe هست، یه دونه هم adobefont.rar هست. این دوتا رو احتمالا نیاز خواهید داشت برای نصب کردن که بتونید فارسی بنویسید. خب احتمالا بعضی شما نصب کردید. خیلی خوب. آره اینجا هم نوشته اتفاقا تو مخابرات شما با پی x بزرگتر از x سر و کار دارین. مثلا میگه که اگه نویز از یه عددی بزرگتر باشه، که نویز متغیر تصادفی مثلا گوسیه یا هر چی، که اینو شما با مکملش یعنی میشه یک منهای f n x میشه. حالا مثلا تو گوسی اف این رو شما به صورت تابع کیو یا چیزای شبیه این نمایش میدید. خیلی خوب. خاصیت بعدی تابع توزیع انباشته اینه که اگر متغیر تصادفی x بین x1 تا x2 باشه، معذرت میخوام، p
پیش آمد این که متغیر تصادفی x بین عدد حقیقی x1 و عدد حقیقی x2 باشه در واقع برابر هست با مقدار تابع توزیع انباشته در x2 منهای مقدار تابع توزیع انباشته در x1. این اثباتش به چه ترتیب هست؟ شما میاد میگید که مجموعه در واقع x کمتر مساوی، در واقع نگاه کنید اینجا، نگاه کنید چه اتفاقی افتاده. شما بذارید من یه نمودار بکشم اینجوری شاید راحت تر بشه. من اینو پاک کنم. اگه من یه نمودار بکشم این شکل، این نمودار x باشه مثلا مجموع و بعد x1 که من اینجا باشه، اینجا هم x2 باشه، مجموعه x کمتر مساوی x2 میشه این مجموعه دیگه. مجموعه x کمتر مساوی x1 هم میشه این مجموعه. درسته؟ پس این میشه x کمتر متغیر تصادفی x کمتر مساوی عدد x1، این میشه متغیر تصادفی x کمتر مساوی عدد x2. حالا من اگر این دوتا مجموعه رو از هم کم بکنم، تفاضل دوتا مجموعه رو بنویسم، چی میمونه برای من؟ این قسمت میمونه، یعنی x منهای x2 این مجموعه x کمتر مساوی x2 منهای مجموعه x کمتر مساوی x1 میشه مجموعه چی؟ x بین x1 تا x2. خب بنابراین تفاضل این دو تا مجموعه میشه این مجموعه. خب حالا یه اینجا مسئله از من چی خواسته بود؟ پی اینو خواسته بود که احتمال این مجموعه رو خواسته. فعلا ما تو نظری مجموعه ها بودیم، حالا میخوایم بریم تو نظری احتمال. میگه که احتمال این مجموعه با احتمال این مجموعه این تفریقشون برابره. درسته؟ پس پی این دو تا با هم دیگه برابر میشه، پی x بین x1 تا x2 با پی x کمتر از x2 منهای x کمتر از x1 برابر میشه. خب حالا یه قضیه ای ما داریم توی آمار احتمال. میگیم اگر تفاضل دو تا مجموعه رو در نظر بگیریم، مجموعه دومی زیر مجموعه مجموعه اولی باشه، احتمال تفاضل میشه تفاضل احتمال، یعنی پی آ منهای ب میشه پی آ منهای پی ب، به شرط اینکه ب زیر مجموعه آ باشه. و اینجا میشه پی x کمتر از x2 منهای پی x کمتر از x1. پس اینو من اینجا بنویسم، پی آ منهای ب میشود پی آ منهای پی ب اگر ب زیر مجموعه آ باشه. خب اینجا این اتفاق برقراره، مجموعه x کمتر مساوی x1 یه مجموعه که تو شکم x کمتر مساوی x2 قرار گرفته و زیر مجموعه شه و لذا این خاصیت برقراره. پس احتمال تفاضل میشه تفاضل احتمال و بعد خود پی x کمتر از x2 میشه fx x2، پی x کمتر از x1 میشه fx x1 و در نتیجه این احتمالی که مد نظر ما بود، یعنی پی خدمتون عرض کنم که x بین x1 تا x2 میشه تفاضل fx2 و fx1. این عبارتی که اینجا میبینیم خیلی پرکار برده، شما خیلی مسئله ها رو میتونید با این حلش بکنید. سوال نداری؟ خب بسیار
خدمت شما عرض کنم که مسئله بعدی اینه که پرش در FX میگه اگر شما در تابع توزیع هم باشته پرش داشته باشید این چه اتفاقی میفته؟ خب این چیزایی که شما معمولا توی فرایند نداریم، علاوه ما اینو سریع میگذاریم، ولی با جهت اطلاع شما مقدار پرش میشه احتمال متغیر نقطه اون در نقطه‌ای که پرش توش وجود داره. معمولا اینجوریه تو متغیرهای تصادفی پیوسته که مثلا فرض کنیم همین رو در نظر بگیریم، همون فرض کنید که این مثال خاص که شما داشتیم اینجا پیه مثلا x مساویه با t دوم میشه چند؟ مثلا تایپ کنید جوابشو بگیم. جواب این سوال چیش؟ میشه صفر. بله درسته، خانم بخشی گفتم میشه صفر. درستم خیلی خوب درسته دیگه، جوابش میشه صفر. چرا؟ چون که ببین بی نهایت نقطه اینجا وجود داره، یعنی مجموع این بی نهایت نقطه است که مجموعاً احتمالشون میشه یک، تعدادشون گسسته نیست، شمارا نیست که بتونیم یه جوری یه احتمالی بهشون منتسب بکنیم، هر کدومشون به تنهایی صفرن. میگه آقا شما اگر یه وقتی دیدیم که فقط زمانی که پرش وجود داره اون وقت احتمال وجود داره براش، یعنی اگه اف ایکس شما این شکلی باشه پی ایکس بزرگ مساوی با ایکس صفر، پس جواب اینو می‌رسیم صفر. میگه توی این حالت که پرش وجود داره، اینجا هیچ پرشی وجود نداره، درسته؟ کاملا پیوسته است. ولی اگر پرش وجود داشته باشه در نقطه‌ای که پرش رخ داده احتمال اون نقطه میشه اندازه پرش، یعنی از این ارتفاع منهای این ارتفاع که هست پی صفر. آره بسیار عالی. سوال قسمت بعدی این هم هست، به نظرم میتونیم این رو رد کنیم، مثالش رو میتونیم کنیم. به نظرم میتونیم این رو میتونیم رد کنیم، این رو میشه بشکن. آها، مطلب بعدی تابع چگالی احتماله. تابع چگالی احتمال با F کوچیک نمایش داده میشه، البته ممکنه که توی درس‌های مختلف با P کوچیک هم نمایشش بدن. توی مخابره پیشرفته با چی نمایشش میدن؟ در درس مخابره پیشرفته با چی نمایشش میدن؟ با F کوچیک یا P کوچیک؟ اف کوچیک. خب بهتر. خب خدا شد. پس ما همین تعریف رو داریم، با اف کوچیک این رو نمایش میدیم، تابع اف کوچیک ایکس، اف کوچیک ایکس ایکس که تابع چگالی احتمال باشه از گرفتن مشتق تابع توزیع انباشته به دست میاد. من اینا رو پاک کنم، اینا رو برای درس آمار میشتم. خب مثلا وقتی که ما شکل تابع توزیع انباشتمون این شکلی باشه، تابع چگالی احتمالمون به صورت ثابت میشه در بازه صفر و تی و ثابت صفر در خارج این بازه ها. و اینجا یه جورای معنی یک نواختی رو شما حس میکنین که اینجا بین صفر و تی به صورت یک نواخت توزیع شده، یعنی همشون تابع چگالیشون مثل همه. مقدار تابع چگالی به معنای احتمال نیست، توجه کنین، مقدار
تابع چگالی احتمال در یک نقطه معناش این نیستش که احتمال اون نقطه برابر با اون عدده. الان اینجا f x x شده چی؟ یک تیوم، ولی این مساوی نیست با پیه x مساوی x. چرا؟ چون اینجا پرشی وجود نداره توی تابع توزیع انباشته. اینجا این حتما صفره. واقعیتش رو اگر بخوایم بدونیم f x x ضرب در d x است که میشه تقریبا برابر با p مثلا x در همسایگی x. یعنی شما تلقی تابع چگالی احتمال این هست که از همون تعریف مشتق F بزرگ نتیجه گرفته میشه، که همشون هم اعدادی هستن که تقریبا صفرن، فقط وقتی که انتگرالش میگیرین معنی دار میشه. این حالا خیلی شاید نیاز نداشته باشین بدونین، ولی در حد اطلاع گفتنه. ولی اینو باید بدونین که هیچ وقت تابع چگالی احتمال معنیش این نیست که احتمال اون متغیر تساوی در اون نقطه چند اون هستش، اون معنی رو نمیده اصلا. غریب به اتفاق متغیر تساوی که شما در رشته مخابرات باشون سر کار دارین، پی متغیر تساوی در یک نقطه صفر میشه. خب خواص تابع چگالی احتمال، خواص تابع چگالی احتمال از جمله خواصشون که اینا برای هر متغیر تساوی صحیحن، اولیش اینه که احتمال این که متغیر تصادفی x بین دو تا عدد x1 تا x2 باشه مساوی میشه با اینکه از بازه x1 تا x2 ما از تابع چگالی احتمال انتگرال بگیریم. اینم چرا صحیحه؟ به دلیل اینکه ما قبلا دیدیم که این میشه f x2 منهای f x1. خب وقتی که این برابر با f x x2 منهای f x x1 بشه، این هم بذارید من گردش کنم که حرف کوچیک رو شد به ذهن متبادر کنه، و بدونیم که تابع f کوچیک مشتق f بزرگه، پس این انتگرال با این برابر میشه دیدیم. در اصل این نتیجه میشه، اینو میدونستیم، این نتیجه میشه. با همین فرمول هم شما کلی مسئله میتونید حل بکنید. این که احتمال این که x در یه بازه خاص قرار بگیره میشه انتگرال تابع چگالی احتمال در اون بازه. بسیار عالی. آها، اینم اون حرفی که من الان گفته بودم و در واقع دوباره داره بیان میکنه که این که x متغیر تساوی x بین x تا x برابر دلتا x بشه میشه fx دلتا x برای دلتا x های خیلی کوچیک. به همون بازم تعریف تابع چگالی احتمال نشون میده. آها، خاصیت دوم اینه که تابع چگالی احتمال نامنفیه. چرا؟ چون مشتق یه تابع غیر نزولیه، بنابراین مشتقش یا مثبت یا صفره. و خاصیت آخر اینه که انتگرال f x x dx از منفی بی نهایت تا مساوی بی نهایت میشه یک. چرا؟ چون این انتگرال از هر طبق شما خاصیت شماره یک بین هر دو نقطه ای رو در نظر بگیری میشه f نقطه بالایی منهای f بزرگ نقطه پایینی. پس میشه f بزرگ مثبت بی نهایت منهای f بزرگ منفی بی نهایت. میشه اولی رو نشون داده بودیم شد یک، دومی رو نشون داده میشد صفر که میشه یک. بسیار عالی. حالا ببینیم مثال ازش حل کنیم. خب این مثال رو لطفا خدمتتون عرض کنم که شما خودتون الان بشین با کاغذ و قلم حلش کنی و
لطفاً جوابش رو تایپ کنیم برای من ببینم میتونین از پسش بر بیاین یا نه، یا با بلنگو بگی، تایپ نکنیم بلنگویی بگی بهتر. سلام دکتر عزیز، فعال بود برای پدر ولی ما از طریق ادامه فقط چیز ویژوال کلاسی که روی آنلاین که برگزار میکنیم که داریم فکر میکنیم؟ صدای شما بله میتونه یه ذره بلندتر بشه، البته از چی؟ خب از افکس انتریال بگیم. از کجا تا کجا؟ از چی؟ خب بعد چی میشه؟ آفرین دقیقا درسته درسته. درسته 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 درسته. آره به چی برای قسمت به چی؟ از 50 تا ساعت بود انتگرال بگیرید. ببین الف که گفتین از 50 تا 150 میگیریم انتگرال رو. خب حالا برای ب چی کار میکنیم؟ ب رو بگید. خب بذارید خانم که الان اجازه مجوز گرفتن بگن، خانم بخشی فکر کنم بگن. دومه هم مثل اولی دیگه.
آه شما اولی حل کردین خانم بخشی، یه نفر دومی رو لطفا بگه پس. خب درسته، بله بله. الان یه نفر گفت اصلا یک منهای ای به تمام منهای یک، اون کی بود گفت؟ جواب درست گفت آقای ولی قنبرزاده. بسیار عالی. خیلی جواب رو الان میتونیم ببینیم، دقیقا همون حرفی که دوستان شما در واقع بیان کردن. خیلی خوب. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم نگاه میکنیم میبینیم که لاندا مجهوله تو این مثال. مثال این بوده: مدت زمان کارکرد یک کامپیوتر بر حسب روز قبل از خرابی یک متغیر تصادفی پیوسته با تابع چکالی زیر است. تابع چکالیش چیه؟ fx مساوی با لاندا ای به توان منفی x صدم برای x های بزرگتر مساوی صفر و صفر برای x های کمتر از صفر. این شکلیه. حالا میگه که ببین هر تابعی نمیتونه تابع چگالی احتمال بشه. اولا باید بزرگتر مساوی صفر باشه در همه نقاط و ثانیا باید انتگرال سطح زیر نمودار بشه یک. بنابراین هر لاندایی نمیتونه اینجا قرار بگیره. دقیقا یه لاندا هست که میتونه این رو تبدیل بکنه به یه تابع چگالی احتمال. اون لاندا رو چجوری به دست میاریم؟ ازش انتگرال میگیریم و مساوی یک قرار میدیم. از این عبارت که انتگرال بگیریم میشه لاندا میاد پشت انتگرال، انتگرالی که از منفی بی‌نهایت تا مساوی بی‌نهایت بود از صفر تا بی‌نهایت میشه چون قبل از صفر صفره، میشه ای به توان منفی x صدم دی x. این رو که برابر یک قرار بدین انتگرال شما ای به توان منفی x صدم میشه منفی 100 ای به توان منفی x صدم. بعد اینو حساب بکنیم میشه 100 لاندا. در واقع این میشه دیگه ای به توان منفی بی‌نهایت میشه 0، ای به توان صفر هم میشه یک. بعد چون منفی داره یک رو منهای صفر میکنیم و خدمتتون عرض کنم میشه 100 لاندا. پس لاندا میشه 100. خب حالا الف رو اگر بخواید حل بکنین میگید ما پی ایکس یعنی متغیر تصادفیمون بین 50 تا 150 مد نظره، بنابراین باید از تابع چگالی احتمال در بازه 50 تا 150 انتگرال بگیریم. یعنی چی؟ یعنی بیایم این اف رو در این بازه انتگرال بگیریم، یعنی از 100 ای به توان منفی x صدم دی x در بازه 50 تا 150 انتگرال بگیریم که میشه منفی ای به توان منفی x صدم از 50 تا 150 که میشه این عبارت. برای b هم همینطور. ببینید کلا شما اگر تا بازه ای داشته باشین بر حسب متغیر تصادفی احتمال اون بازه میشه انتگرال تابع چگالی احتمال در اون بازه. پس مثلا پی x بزرگ یا تابع چگالی احتمال کمتر از 100 میشه انتگرال تابع چگالی احتمال در بازه کمتر از 100. منتها چون که f شما در منفی بی نهایت تا 0 صفره، شما این بازه x کمتر از 100 تون معادل میشه با بازه x بین 0 تا 100. پس میشه انتگرال 0 تا 100 100 می توان منفی x صدم که اون f بود که در واقع به شما داده شد. و انتگرالش رو میگیریم میشه 1 منهای x توان منفی 1 که دوستتون بیان کرد. اینو میگیم کنار. آها یه نکته خیلی جالبی که بد نیست شما بدونین اینه: وقتی که شما اگه یادتون باشه در یکی از درس های مثلا لیسانس به شما گفتن که اگه این تابع پله باشه یو ایکس باشه، از این اگه مشتق بگیریم چی میشه؟ میشه دلتای ایکس. درسته؟ یعنی یو پریم ایکس میشه دلتای ایکس تابع ضرب
تابع ضرب تابعیه که در همه جا صفر صفره الا نقطه صفر. در نقطه صفر مقدارش مثلا بی نهایته، به گونه ای که انتگرال دلتای ایکس دی ایکس میشه یک. در چه بازه ای؟ هر بازه شامل صفر. یعنی کافیه که x رو شامل باشه. حالا میتونه منفی بی‌نهایت تا مساوی بی‌نهایت باشه، میتونه منفی یک تا یک باشه، همشون این مقدار انتگرال میشه که یک ختم میشه. خب حالا با این مقدمه بریم سراغ توابع چگال احتمالی که پرش دارن. یعنی اگر تابع چگال احتمال شما مثلا همه جا پیوسته باشه، یه جا پرش داشته باشه، مقدار این پرش میشه یه جورایی همون یو ایکس شما. الان اگه این تابع رو شما بنویسین اینجا، از اینجا به بعدش یه جورایی هست چند؟ 14 به علاوه 16 یو ایکس. یو ایکس چند؟ یو ایکس منهای 4. این تابع است دیگه، یه شیفت 14 داره، بعد اندازه پلش هم هست، تفاوت این دوتا که هست 16. این تابع است اینجا که این صفره، این هم که یه تابع خطیه، مثلا هستش در واقع چند؟ 14 تقسیم بر 4 میشه 1/10، 1/10 ایکس. این پس 1/10 ایکس. این هم هست 14 به علاوه 6/10 یو ایکس منهای 4. حالا من اگه بخوام برای همچین تابعی، تابع توزیع انباشته ای، تابع چگال احتمال تعریف بکنم، باید بیام از این مشتق بگیرم. خب مشتق صفر میشه صفر، مشتق تابع خطی میشه عدد ثابت برابر با شیب خط، و مشتق پله میشه ضربه. پس این پله میشه ضربه. چه ضربه ای؟ ضربه ای که اولا به اندازه 4 تا شیفت پیدا کرده، و ثانیاً اندازه این ضربه هم با ضریب این پله هست که 6/10. پس این الان میشه 6/10 دلتای ایکس منهای 4. و خیلی از توابع چگال احتمالی که توابع توزیع انباشته متناظرشون پرشی بودن رو با دلتا میشه نمایش داد. سوالی اگر چه در این مورد چه در مورد مثال قبل داریم بپرسید. من یادم رفت بگم اگر همون مثال سوال داریم بگیم. کیفیت صدا و تصویر چطوره؟ اجازه بدیم چی شده. واضح استاد، بسیار خدا شد. تصویرم خوبه؟ تصویر که منقطع نیست ها؟ خیلی. در مورد سوال مثال و این مسائل هم اگه سوالی داریم بفرمایید. خیلی بلنگوی بچه ها رو وصل کنم. بچه ها باید تقاضا بدن تا من وصل کنم. اونجا بالا یه عکس دست بلند کردن هست، اونو باید بزنی. آه چرا 14؟ خانم سجادی پرسیدن چرا 14؟ ببینید اینجا رو، این مقدارش الان مثالش رو براتون حل کنید. این اگه من بگم 14 به علاوه یو ایکس اینجوری میشه، این فرم اینی که الان من کشیدم این هست 14 به علاوه یو ایکس.
این میشه 14 به علاوه یو ایکس. یو ایکس خودش از 0 تا 1 بود، 14 به علاوه یو ایکس میشه از 14 تا 1 و 14. خب حالا اگر این ارتفاع بالاییه بود مثلا یه عدد دیگه ای، من باید این تفاضل رو در نظر میگرفتم، به عنوان ضریب یو ایکس میذاشتم. الان اینجا اتفاقی که افتاده اینه که این ارتفاع از 14 شروع میشه ولی تا 1 میره، پس من باید ببینم که تفاضل اینا چقدر. تفاضل اینا میشه 1 منهای 14 مساوی 6 دهم، پس ضریب یو ایکس من میشه 6 دهم. یعنی من الان گفتم مثلا 14 به علاوه 5 یو ایکس، این میرفت تا 5 و 14. اگه میگفتم 14 به علاوه 2 دهم یو ایکس، میرفت تا 6 دهم. به اندازه ضریبش از 14 میرفت بالاتر، چون یه 14 به عنوان دی سی آفست بهش دادم رفته بالا. اگر نیاز به صحبت کردن دارین باید دستتون رو بالا ببرین که من بتونم مجوز رو براتون صادر کنم. بهتره که همه دستشون بالا ببرن که من خب بسیار خوب بسیار. استاد من میگم نیاز به دست بلند کردن نیست، چون قبل پرتش کردن دشتی بود. صداتون زیاد نیست، صداتون بلند کنید. آره میتونست دکتر مالیقی به همه مجوز دادن؟ خب من پس من باید من باشه تو آپشناش نگاه میکنم، به همه مجوز رو میدم. آها بسیار خوب باشه، من پس این کار رو میکنم. باشه خیلی خوب. الان فقط الان میکروفون آقای جواهری و توحیدیان رو میوته، مشکلی نداره، هر وقت خودتون نیاز داشتید میتونین از میوت درش بیارین صحبت کنید. خیلی خوب. میدونم میوت نیاز به میوت کردن نیست. نه 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 میوت خودشون، اون لوکال میوت خود شما میتونین میوت کنید که صدا موقع حرف موقع. بله بله، نیاز به میوت کردن حتی نیستش. آها شما دیسکانکت رو بزنی. آها آها بسیار بسیار باش. خیلی خوب خیلی خوب. پارتیسیپنت های ما یه دونه کم شدن، کی رفته بیرون؟ آه نه درست دوباره برگشتن. خب خیلی خوب. الان آقای ها من میتونم اینیبل کنم، درسته راست میگه، من میتونم همینجوری خودم اینیبل کنم، درست میگه. آره آره من نیاز نیست شما دست بالا ببرید، حرف شما صحیح. خیلی خوب خیلی خوب. سوال متوجه جوابتون رو گرفتی خانم سجادی؟ بفرمایید. صدای شما نمیاد، بلندتر صحبت کنید. بلندتر صحبت. نمره امتحانی ببینید، فعلا اعلام شده که زمانی برای امتحان پایان ترم در نظر میگیریم که 27 خرداد اگر اشتباه نکنم برای درس شما، اما واقعا بستگی به شرایط مملکت داره. این سامانه که ما الان با هم دیگه داریم میبینیم امکان تعریف امتحان هم داره، یعنی همین سامانه که شما بهش وصل شدید میشه کویز گرفت و امثال هم. لذا آپشن ها باید ببینیم بسته به شرایط مملکت چه گزینه‌هایی رو میخوایم استفاده بکنیم. ممکنه که یه استادی بگه آقا تیک هومش کنیم، ممکنه یه استادی بگه که من تو همین سامانه میگیرم، ممکنه یه استادی بگه آقا اصلا الان شرایط خوب شده در واقع بیاید سر جلسه. خب خانم سجاده نوشتن که 14 همان ضربه میشه، مشکلم فقط 14
صدای شما نمیاد خانم سجادی. نه خب میخواید من خب خیلی خوب، ببین من این توضیح رو در واقع برای خانم سجادی بدم، بعد دوباره ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنیم، ما گفتیم مشکل فقط 14 همه. ببینید بچه ها لطفا اگر صحبت نمی کنید میکروفونتون رو خاموش کنید، چون نویز داره میاد رو صدای من. خیلی خوب، ببینید این 14 هم، این تو من حدسم اینه که شما منظورتون این سواله، این یو ایکسه. خب یو ایکس به علاوه 14 هم، یعنی شما این رو به اندازه 14 هم بکشید بالا. خب یو ایکس منهای 4، یعنی شما یو ایکس رو به اندازه 4 تا شیفت بدین به سمت راست. 16 هم یو ایکس منهای 4، یعنی تابع یو ایکس منهای 4 رو ضرب در 16 هم بکنید. بعد اینجا میگید و هر چی که این شده با 14 هم جمعش بکنیم. خب امیدوارم که این بند کافی واضح بوده باشه. چند تا توضیح خاص هم هستن که بعد نیست با هم دیگه ببینیم. این توضیح یک نواخته، توضیح یک نواخت رو ما با علامت یو نمایش میدیم، یو آ و ب، یو آ و ب. یعنی اینکه اولا توضیح یعنی تابع چگالی احتمال. وقتی میگیم یو آ و ب یعنی یک نواخت در بازه آ و ب، و با توجه به که ما گفتیم هر اندازه نمیتونه بگیره، درسته که ثابته ولی باید یه اندازه مشخصی داشته باشه که چطور بشه سطح زیر نمودار بشه یک، بنابراین باید بشه یک روی بی منهای آ که مساحت این مستطیله میشه یک. ولی مهمترین تابع توزیع، توزیع نرماله. و تابع توزیع نرمال خدمتتون عرض کنم که ان شاءالله من اینو جلسه بعد میگم و مثالاش هم حل میکنیم. فعلا برای این جلسه